با سلام و درود بینندگان عزیز، کابینه جنگ اسرائیل در جلسه روز دوشنبه اعلام کرده که البته این منابع خود اسرائیلی را گزارش کردند، گفتند که نابودی حماس که ما تا حالا میگیم و دربارهش جر و بحث میکنیم یک امر ناممکن است. از یک طرف کشتار بسیار زیاد شده و رقم تلفات از 20,000 بالا رفته. محاصره نیروهای اسرائیلی در محله الریمال هم گزارش شده. گزارش ها عجیب از یک فرمانده ارتش اسرائیل به اسارت در آمده. یک فرمانده هم کشته شده. اما همزمان انفجار 56 ساختمان مسکونی در محله الشجایه گزارش شده. این الشجایه بسیار یک منطقه مهم است که قوای حماسی در اونجا یک پایگاه بزرگی دارد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز گفته که امریکایی‌ها نشانهایی وجود دارد که میخواین حساب خود از اسرائیل جدا بکنند. اما عملا در کنار رژیم استاده هستند و تسلیحات میفرستند. اشاره امیر عبداللهیان به ای که امریکایی‌ها در تلاش هستند حساب خود از اسرائیل جدا کنند به ای است که یک رشته مذاکرات و تعامل جدی در پس پرده آغاز شده است که در برنامه بعد این مسئله بیشتر روی ازی تمرکز خواهیم کرد. ارتش اسرائیل، ببینیم خبرهای رسمی که میگه از زخمی شدن 29 نفر سربازان خبر داده است. 29 نفر که خودشان خبر میتن، این کلی زخمی است. ای هم خود امی آمار امی رقمی که داده شده مشکوک است و هم زخمی ها و تلفات. یک چیزی میگن که مثلا بالاخره از حجم اصلی واقعه را تمثیل نکنه، یک چیزی باشه برای خوراک رسانه‌ای رسمی. روزنامه یدیوت آهارانوت که محتوای جلسه امنیتی محرمانه کابینه جنگ فاش کرده میگه که سران اسرائیل اذعان کردند که نابودی جنبش حماس حالا غیر ممکن است. در جلسه امنیتی روز دوشنبه وزیران کابینه از رئیس ستاد ارتش خواستند که شما چرا حماس را نابود نمی کنید؟ منتظر چی هستیم؟ با مای سیوم داخل شدیم. هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش گفته که ما بروشنی اعلام کردیم که هدف از عملیات در غزه در همشکستن حماس است و ای به معنای نابودی همه تونل ها و کشتن نیروهای حماس نیست. این بر اولین بار است که اینطور میگن. گادی آیزنکوت عضو شورای جنگ میگه که خب مردم اسرائیل متوجه نمیشن که عبارت فروپاشی حماس به این معنا نیست که بعد از این حماس دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی همه چیز وجود داره بعد از این. خیلی تغییر از در ادبیات از اینا. گالان چی میگفت؟ نتانیاهو چی میگفت؟ و آل گادی آیزنکوت چی میگه؟ میری ریگیو وزیر حمل و نقل اسرائیل همینطور واضح در جلسه گفته که دستاورد نتیجه همین کشف تونل که شما اخیرا گفتین چی بود؟ او تونل در نزدیکی گذرگاه ایریز در مرز بین غزه و اسرائیل است. یعنی چیزی را که شما کشف کردین فایدش چی بود؟ شما خودتان هم میفهمید که وقتی ما خواب بودیم اتفاقی افتاد. باید بفهمیم که از راه همین تونل ها چه اتفاق افتاد. آل تونل خالی را که شما او هم بیخی کاملا متصل از به مرز شما به عنوان یک شاید پیروزی گرفتین. این مفاد اصلی جلسه کابینه جنگ اسرائیل بود که روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارانوت گزارش کرده بود. نیروی بزرگی از نیروهای ویژه اسرائیل در محله الریمان در نوار غزه محاصره بود تا دیروز. گزارش درست
به اصطلاح مجراش باز نمیکنم. گزارش های از دستگیری رهبرای برجسته رهبرای برجسته نظامی گزارش شده بود دیروز از طرف گردان قسام، که ما به درستی فعلا جزئیات شنا نمیفهمیم چرا هواپیمای نظامی در جنگ مداخله کرده بودند و سعی داشتند محاصره را بشکنانند در این محله الریمال. و بعد از اون گزارش ما در یک حالت ما میتونیم منتظر اطلاع رسانی گردانای قسام باشیم. خب گزارش از طرف دیگه میگه که گردانای قسام یک فرمانده جزوتام شناسایی لوای مدالین اسرائیل در عملیات مشخص در حومه شجاعیه، همونی که دیروز 56 خانه در اونجا از بین بردن، کاملا متلاشی کردن، در اونجا فرمانده اسیر شده و این شدت تخریبات خانه های مردم در شجاعیه یکی از علتاش اسارت همی فرمانده است. الیاس کرم خبرنگار الجزیره میگه که در روز 74 جنگ ما مثل که در روز اول بودیم، حمله موشکی به تل اویو صورت گرفت، بسیار گسترده بود و بسیاری شهرها را هدف قرار داد. ای تو یک رقم موشکا را اینا شلیک میکردن تو گویی که در ابتدای جنگ هستیم. این حمله موشکی بیش از 5 میلیون اسرائیلی را چی کرده؟ و پناهگاه برده. چون این چیزی را اینا در خوابم نمیدن. زلزله تاریخی است. حال اسرائیلیا یعنی با شکل نامیدانه و بسیار تلخ تلاش دارند با حماس به توافق برسند به خاطر گروگان ها که بسیار زیر فشار هست. پیشنهاد از طریق قطر دادن به طرف حماس، 40 زندانی شما را اعلام میکنیم در ازای آتش بس یک هفته ای. خب البته قطر خواسته حماس اعلان کرده که حماس این 40 زندانی را اعلام کنین، آتش بس هم یک هفته ای خزی چیز. اما گفته که هر نوع معامله با زندانیان شامل پایان جنگ هم است. خب پس اسرائیلیا قبول نکردن تا گزارشاتی که ما نوام گرفتیم دیروز در مصر گزارشاتی که جریان بودن نماینده اسرائیلی اتاق ترک کرده. رئیس موساد گفته جنگ زمان پایان پیدا میکنه که حماس طراحان حمله را خل سلا بکنه و تسلیم ما کنه. خب نتیجه چی شد؟ هیچ. اما مذاکرات در جای دیگه در جریان است که در برنامه بعدی لو اشاره خواهیم کرد. موشک بالستیک ضد کشتی زهیر، یک سیستم پیشرفته که ایرانیا به اصطلاح 3 سال پیش نشان داده بودند برای به اصطلاح که هدف خارج از مرزها را میزنه و ای استعمالش در باب المندب بسیار موثر است. برد 500 کیلومتر داره. ایره فکر میکنم وارد میدان جنگ کردن موشک بالستیک ضد کشتی زهیر دادن به یمنی ها. یعنی ای تک وسیلی سی زهیر تو بازگشت میکنم، آلت پریشی داره، آلت فرار داره، قابل مانور داره. در جریانی که هدف چی میکنه دنبال میکنه و چیز دیگه خودش رو دنبال میکنه، یعنی سرعت ضربهش 3 ماخ است. ما در این محاسبات یک واحد قیاسی است برابر است با سرعت 1225 کیلومتر در ساعت. ایتر یک ماه کوچک هم است، کم هزینه هم است. این دادن بر ضد ناوهای هواپیمابری اروپا و امریکا. احمد منصور تهیه کننده یک مجری در شبکه الجزیره یادم گفته که اسرائیل با وجود جنایات جنون‌آمیز و ایرانی های بی سابقه را مرتکب شده و بیتوان بازم به نظر میرسه که با شرایط حماسی ها برای آتش بس و مذاکراتی که در جریان دارد رسما تن دادن و آمادگی خود اعلان کردن. مفهوم پیروزی و شکست خب حال متفاوت است در از نظر اسرائیل و حماس.
چرا متفاوت است؟ به خاطر از اینکه انتقام کور، تخریب خانه ها و نسل کشی پیروزی را به دست سبب نشده. متفاوت است به حماس که اونا ایستادگی کردند. حالا شرایط خود بالای طرف مقابل می قبولانند. در 75 روز جنگ اسرائیل در تمامی محاذات تقریبا دستش خالی است. فقط دست پوری که داره در تلفات 20 هزار نفری است از مردم غزه، غیر نظامیان و انهدام زیرساختهای مدنی شهر غزه. سخنگوی جنبش انصار الله محمد عبدالسلام گفت ائتلاف دریایی که امریکا علیه ما رهبری میکنه قبل از اینکه به اهداف خود برسه و یک گروه ضعیف و مرده است، تأثیری بر عملیات ما نداره. خب البته ادبیات جنگی یاد ما بسیار تعرضی است. عملیات بر اساس واقعیت میدانی میگه میشه، تشدید میشه، ادامه پیدا میکنه و یادم دوباره هشدار خود به تمامی جوانب صادر کردن. خب هشدار از اینا یمن ضمن نزدیک یک بسیج جنگی پیاده نظام اعلان کردن بیشتر روی دریا، مثلا موشکای هوایی، موشکای دریایی و حتی اژدرهای دریایی اتکا دارند که در جنگ ها دیده نشدن، مگر تو تک و تو گزارش های در مورد توانمندی موشکی دریایی از اینا وجود داره و چرا بسیار با یک شدت عمل، یعنی مثلا با یک لحن شدید اونا میگن که شما هیچ حماقتی در برابر ما انجام داده نمی توانید، که البته در پس از این میتونم چیزهای بسیار زیادی باشه که ما فعلا خبر نداریم. فایزل دویری یک کارشناس نظامی راهبردی است در دنیا، در عرب میگن نیروهای قسام به یک خانه نفوذ کردن در غزه. اونجا چند تن از افسران اسرائیلی در حال برگزاری یک نشست بودند در سطح رهبری نظامیان در شرق خان یونس. وقتی که اینا حمله میکنن او خانه با اما گروه از افسران که اونجا بودن بنابر گزارش منفجر شده است. کانال 13 عبری زبان اسرائیل و گفته که نتانیاهو پریشب برای عیادت از سربازان مجروح در بیمارستان شفا رفته. شفا اونجا که رفته بیماران از ملاقات با صدر اعظم خودداری کردند. این بسیار جالب است. خب داگلاس مگریگور متخصص امریکایی گفته که گروهی در واشنگتن تصمیم گرفتن که راه حل کل مشکلات ضربه زدن به ایران است. خب همیشه میگن، در اسرائیل هم میگن، در امریکا هم بعضی علاقات میگن. اونا فکر میکنن که جنگ با ایران همه مشکلات خاورمیانه امریکا را حل میکنه و اسرائیل هم پس به سعادت میرسانه. این موضوعی است که بارها مطرح شده و بارها از او صرف نظر شده. جنگ فعلا در خاک ایران نیست، جنگ با تمام قدرت در خاورمیانه و در دریاها متمرکز است و این مسئله است که با وضعیت 2 ماه پیش کاملا متفاوت است، که وقت مثلا اسرائیل از امریکا میگفت که ما شما باید مشترک حمله بکنیم بالا ایران، حتی میگفت اگر شما هم حاضر به کار نباشین، اگر ما تصمیم بگیریم خود با تنهایی چنین حمله ای را انجام میدیم. حالا ما فکر میکنیم که از او ادبیات یا از او هوافضا خیلی دور است و اینجا سخن در جایی است که اسرائیل باید اول حساب و کتاب خود با حماس که در حال قوتگیری و مثلا ایجاد یک مقاومت ریشه‌دار است یک سره بکنه. چی کسی فکر میکرد که معاصره نیروهای اسرائیل در یک محله و اتفاق بیفتد؟ چی کسی فکر میکرد که جلسه افسران منفجر میشه؟
و از این قبیل مسائل. ما چی؟ ما از نظر تاریخی با یک چهره جدید حوادث روبرو هستیم که اسرائیل هدف گرفتن. اسرائیل به عنوان یک تومه و نقطه ضعف انتخاب شد و زیر ضرب آمد.